شما گفتید که صدای مردم ایران رو میشنوید، از اونها حمایت میکنید و در کنار اونها هستید. این به چه معنیه؟ ما سعی کردیم درس های اعتراضات سالهای گذشته رو یاد بگیریم. وقتی حکومت اجازه نداد که مردم ایران با همدیگه ارتباط برقرار بکنن در طول این اعتراض ها، برای همین وقتی من مسئولیت این سمت رو در سال 2018 براتون گرفتم، یک سری تکنولوژی هایی رو ما در اختیار مردم ایران قرار دادیم که بتونن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن در جریان اعتراضات. ما راه های میانبر زدن اینترنت رو هم به مردم ایران دادیم. حکومت ایران اینترنت رو خاموش کرد برای اینکه نمیخواد دنیا ببیند که مردم ایران علیهش دارن اعتراض میکنند. ما این میانبرها رو به مردم دادیم تا به بعضی از ایرانیان امکان رو داد که بتونن استفاده بکنن از این ابزار ارتباطی، و دیدیم که ده ها هزار ایرانی از این ابزار میانبر استفاده کردن، ابزاری که ما کارگزاری کردیم در طول یک سال نیم گذشته، و این اجازه داد که معترضان با هم بتونن ارتباط برقرار بکنن حتی وقتی حکومت اینترنت رو خاموش میکنه. ما بسیار خوشنود هستیم از نحوه ایستادنمون در کنار مردم ایران. من به مخاطبان شما یادآوری میکنم در دوران انقلاب سبز سال 88 در ایران، دولت اوباما با حکومت ایران همدستی کرد تا با اینکه با مردم ایران همدستی کنه، و ما داریم الان این روند رو تصحیح میکنیم. اما آقای اوباما در همون زمان بعد از اینکه اعتراضات شروع شد آمد و بیانیه داد، صحبت کرد. آقای ترامپ از زمان شروع این اعتراض ها کاملا سکوت کرده، ایشون حتی در توییتر هم یک توییت راجع به ایران نکرده. این حقیقت نداره. شما شاید بیانیه کاخ سفید روز یک شنبه رو ندیده باشید، ولی خود شخص آقای ترامپ صحبتی نکرده، و برخی همین رو گرفتن به عنوان نشانه ای که او داره پیامی به رهبران در تهران میفرسته که آماده مذاکره است. بازم حقیقت نداره. رئیس جمهور از نزدیک اعتراضات رو دنبال کرده. او و وزیر خارجه چندین صحبت در مورد اعتراضات ایران داشتن. ما به کارزار فشار حداکثری اقتصادی خودمون ادامه میدیم. این فشارهای ماست که باعث شده این حکومت با دو سوم کسر بودجه مواجه بشه و در نتیجه نمیتونن اقتصاد خودشون رو به درستی بچرخونند. و یکی از حرفایی که من مدت هاست دارم میگم اینه که کارزار فشار ما این فضا رو باز کرده برای مردم ایران که برن به دنبال یک حکومت پاسخگوتر، و با این اعتراضات الان دیده ایم، اعتراضاتی که در سراسر کشور به وقوع پیوسته. این رژیم الان بیش از 3000 ایرانی بیگناه رو بازداشت کرده و بیش از 100 بیگناه ایرانی رو کشته، و این فاجعه است که مردم ایران باید متحمل بشن. یعنی بزرگتر و دیرپاترین قربانیان حکومت ایران مردم ایران هستن که این وضعیت همچنان هم ادامه داره. آیا رهبران ایران هم میگن که این اعتراضات رو آمریکا در واقع راه اندازی کرده؟ شما چه نقشی برای خودتون در این اعتراضات اخیر قائل هستید؟ رژیم ایران برای 40 سال سعی کرده دیگران رو مقصر مشکلات خودش بکنه، یا اروپایی ها رو مقصر دونسته، یا سعودی ها رو، یا اروپایی ها رو، یا آمریکایی ها رو. این رژیم یک درگیری بیمارگونه با حس قربانی شدن داره، در حالی که واقعیت اینه که اونها هستن ظلم کردن به مردم خودشون. اونها هستن که دست به عملیات تروریستی در 5 قاره دنیا میزنن. اونها باعث بی‌ثباتی در خاورمیانه هستن. بنابراین این حرف‌های رژیم دیگه خسته کننده شده. انقدر این حرف‌ها رو زده که این رژیم داره سعی می‌کنه کاسه کوزه رو گردن همه بندازه که نگه خودش باعث این شکست‌ها شده. انقدر حرف رو زدی که ما هم دیگه توجه نمی‌کنیم به این حرفا. ولی شما خودتون هم در بخشی از صحبتاتون اشاره کردید به اینکه دولت ایران دچار کسری بودجه شدیدی شده. این رو آقای روحانی هم بارها تاکید کرده، کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی، و این خیلی بزرگ است، و اونها عملاً برای جبران اون کسری بودجه که در نتیجه تحریم‌ها بود و اینکه ایران اجازه فروش نفت پیدا نکرد، آمدند و مجبور شدند قیمت بنزین رو افزایش بدن و نتیجهش این شد.
وقتی اینطور نگاه بکنیم به شرایط، عملا نقشی برای آمریکا میشه در نظر گرفت اینجا. بله، ما بسیار خوشنود هستیم از اعتراضاتی که در ایران داره رخ میده. این شروعش اعتراض به بالا رفتن قیمت بنزین بود، اما خیلی سریع تبدیل شد به اعتراضات ضد حکومتی. برای این همین هستش که حکومت بیش از 1,000 نفر از مردم خودش رو کشت. این حکومت به مردم خودش اعتماد نداره. این رژیم از اون چه که بیش از همه میترسه یک انتخابات آزاد هست. فراموش نکنیم از 5 سال پیش حکومت ایران 16 میلیارد دلار در عراق، سوریه و یمن خرج کرد، فقط در این 3 کشور. تصور بکنید اگر این پول، این 16 میلیارد دلار در خود مردم ایران، در ایران سرمایه گذاری میشد به جای اینکه در بیروت و دمشق و بغداد سرمایه گذاری بشه. این رژیمی هستش که اولویت رو به ایدئولوژی و صدور انقلاب داده به بهای زندگی و حال بهتر مردم خودش. من خیلی تحت تاثیر ویدیویی قرار بگرفتم، تحت تاثیر زنی که از یک فیلم، یک زنی که از یک پلاکاردی بالا رفت که نوشته مرگ بر آمریکا، این پلاکارد رو کشید پایین. مردم ایران به شعار مرگ بر آمریکا اعتقاد نداره. این فقط اعتقاد این رژیم هستش، یک رژیم فاسد مافیایی مذهبی که باعث فقر مردم بیشتر خودش شده و مسئول این همه خونریزی در خاورمیانه است. و اگه برگردم دوباره به سوال خودم، بنابراین هدف شما از تحریم ها عملا همین بود و خوشحال هستین از اتفاقی که افتاده؟ We support the Iranian people and their desire. ما از مردم ایران حمایت میکنیم، از میل اونها برای داشتن حکومت پاسخگو. این حکومت نماینده مردم ایران در جهان نیست. بنابراین فشار حداکثری ما، سیاست فشار حداکثری ما بر ایران با این هدف هست که حکومت برگرده مذاکره بکنه، به میز مذاکره برگرده تا ما بتونیم به توافق باش برسیم. اگه ما بتونیم به توافق همه جانبه برسیم که برنامه موشکی ایران، برنامه هسته‌ای ایران و تجاوزگری‌های منطقه‌ایش و گروگانگیری‌هاش رو که 40 سال ادامه داره بتونه اینها رو پوشش بده در این توافق، اون موقع ما آماده هستیم که به تمام تحریم‌های خودمون پایان بدیم و با ایران روابط دیپلماتیک برقرار بکنیم. برای همین من امیدوار هستیم که بتونیم کلید سفارت ایران رو به مردم ایران بازگردونیم وقتی حکومت پاسخگوتر در ایران بر سر کار باشه. آقای هوک، سوال آخرم سعی می‌کنم باشه. پیشتر گفتین که راه‌هایی رو برای دور زدن اینترنت به مردم ایران معرفی کردید، کمک کردید به اونها که بتونن اینترنت رو دور بزنن، اما عملا شاهد بودیم که کمکی ظاهرا نکرده، چون دولت ایران و حکومت ایران اینترنت رو به طور کامل قطع کرده بودن و دسترسی تقریبا میشه گفت تمامی ایرانیان به اینترنت قطع شده بود در این چند روز. چقدر فکر میکنید در اگر اتفاق مشابهی در آینده بیفته، آیا دولت آمریکا برنامه بیشتری داره، یعنی کار بیشتری میتونه بکنه، یا همینی هست که دیدیم؟ As I mentioned, for a year and a half we've been working on getting the technologies into the hands of the Iranians. کنیم به تمام ویدیوهایی که در همین اعتراضات از کشور بیرون از کشور منتشر شدن. حکومت یک بسیار قدرت بالایی داره برای قطع اینترنت، قدرت سایبری قوی داره که کشورهای دیگر حملات سایبری بکنند. وقتی اونها به کشورهای دیگر حملات سایبری نمی‌کنند، دارن در داخل ایران دسترسی ایرانیان رو به اینترنت محدود می‌کنند، اما نمی‌تونن به طور کامل این کار بکنن. برای همین بعد از قطع اینترنت هم دیدیم یک سری ویدیوهایی از ایران اومد بیرون و منتشر شد، ویدیوهایی که نشون میداد مردم علیه این حکومت سرکوبگر اعتراض میکنند. ممنونم آقای هوک، براین هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از وزارت خارجه آمریکا. ممنون از وقتتون.